از پیش هم از شما پوزش میخواهم از اینکه در این برنامه به دلیل پیچیدگی موضوع نامهای زیادی رو با شما در میان خواهم نهاد و امیدوارم که در این کلاف سردرگم گرفتار نشوید. کوشش میکنم در پایان به گونه این کلاف رو بگشایم و آنچه رو که در این درازای برنامه با شما در میان میگذارم به یک انجام قابل پذیرشی برسانم. در میان توده مردم در ایران از سالیان گذشته این برداشت بسیار روان بوده که برخی از آخوندها یا سیاستمداران ایران آنچنان انگلیسی هستند که اگر ریش فلان آخوند رو بتراشید زیر این ریش نوشته شده ساخته شده در انگلستان یا Made in England. این رو در مورد کاشانی میگفتند، پیشتر از اون در مورد سید محمد بهبهانی، یکی از روحانیان برجستی تهران که از یاران دربار بود در دوران پس از شهریور 20، جایگاه بسیار برجستی داشت، فرزند یکی از دو سید معروف مشروطه، درباره اون هم روان میساختند. این سخنان اگرچه بی پای است و برای سرگرمی خود مردم ساخته شده بیمایه نیست، یعنی پیوندی میان روحانیان شیعی و اهل سنت در درازای تاریخ 200-300 سال گذشته با دولت بریتانیا وجود می داشته. بریتانیا یکی از نیرومندترین ساختارهای امپراتوری استعماری رو در تاریخ بشر سازمان داد و در گوش و کنار جهان این امپراتوری چنان گسترده بود که به گفته ملکه بریتانیا، یکی از فرمان روایان بریتانیا، فکر میکنم ملکه ویکتوریا بود یا شاید هم الیزابت اول، گفته بود که آفتاب در سرزمین ما هیچگاه غروب نمی کند. در یک دورانی تقریبا بیش از 1 میلیارد نفر از مردم جهان در سایه این دولت امپراتوری بریتانیا بودند. تا رفته رفته پس از جنگ جهانی یکم و دوم بخشای زیادی از این امپراتوری از دست رفت و سرانجام بیشتر کشورهای زیر چتر این امپراتوری استقلال یافتند. اما در یک دوره بسیار مهمی، بخش بزرگی از هند و سرانجام خاورمیانه زیر سایه این امپراتوری اداره می شد. دولت بریتانیا در این راستا نفوذی که در میان روحانیان اسلامی داشت، در میان رهبران دینی پیدا کرده بود، از آن بسیار بسیار بهره می گرفت. یعنی با تردستی در واقع از دین برای نشاندن یک نوع وابستگی یا یک نوع پیوستگی با دولت بریتانیا به طور پنهانی بهره می گرفت و سرانجام هم می دانیم که در جریان استقلال هند این دولت بریتانیا بود که رهبران مسلمانان هند رو برانگیخت که دست به جنبش استقلال بزنند و جنگ های خونینی میان هندوها و مسلمانان به راه افتاد و سرانجام دولت پاکستان شکل گرفت. اینها برنامه هایی بود که دولت بریتانیا سخت در انجام اون میکوشید. راستی هم این است که در درازای تاریخ ما هیچ دولت اروپایی دیگری رو ندیده ایم که توانایی های دولت بریتانیا رو برای بهره برداری از دین در گسترش نفوذ سیاسی خود داشته باشد. ایالات متحده آمریکا هم هرگز نتوانسته نمونه ای از این کار رو در گوشی از جهان به درایت و توانایی بریتانیا انجام بدهد. در تاریخ 100 سال گذشته ایران در نوشتارهای تاریخی شاید هم بیش از 100 سال از پولی به نام تنخواه هند یاد شده. در پاره از نوشتارهای تاریخی و یادداشت‌هایی که در دست هست از این پول به نام پول عود یاد کردن، حتی با عین اون رو نوشتند، عود، مانند عود، یکی از ابزارهای موسیقی، در حالی که این پول پول عود هست، یعنی عود، عود با ه در پایان ولی عود خوانده می شود، مانند دکن که دکن نوشته می شود و دکن خوانده می شود.
از روی ناآگاهی این رو پول عود خواندند و با مانند تهران که با تی می نوشتند، این عود رو هم با عین نوشتند و همگان بر این باور بودند که این ماجرا ماجرای پول عود است و منطقه‌ای است به نام عود، در حالی که ماجرا خیلی ریشه دارتر از این هاست. اود منطقه‌ای است که در شمال هند قرار دارد. امروز دیگر نام اود بر اون گفته نمی شود. نام امروزی این منطقه به نام اوتارپادش شناخته می شود. این نقشه رو من برای جناب بهروز کارگردان برنامه فرستادم، اون رو می توانند در بله این نگاه کنید. این بخش کوچک قرمزی رو که می بینید، اگر بخواهید این رو مجموعه صفحه قرار بدی که همیهنان بیشتر این رو بزرگ ببینند، این منطقه است در شمال هند، خیلی هم از مرز پاکستان امروزی و از مرز ایران فاصله داره، در واقع میان بنگال و پاکستان امروزی قرار گرفته و در شمال هند هست. سرزمین معروفی که در هند، این نقشه رو نگه دارید، به نام حیدرآباد از سرزمین های ایرانی نشین یا فارسی زبان بوده، این در کانون هند در جنوب این سرزمینی است که در این نقشه میبینید، خیلی جنوبی تر در مرکز هند قرار داره. این سرزمین که به نام اود معروف بوده و امروز نام دیگری بر اون نهاده شده، در اون زمان، در زمانی که مورد گفتگوی ماست، پایتختی داشته به نام فیض‌آباد. امروز پایتخت این ایالت بزرگ هند، ایالت بسیار بسیار توانایی هم هست، لکنو هستش. این هم پایتخت، یعنی این ساخت کهن‌ترین ساختمان فیض‌آباد هست، ساختمانی است که اشاره خواهم کرد پایگاه شاهانی بوده که در اون دوران شاهان عود شناخته می شدند و بزرگان امیران عود بودند و اینها خودشون رو سید می دانستند و به چگونگی پیدایش اونها اشاره خواهم کرد. سخن بر سر این است که این پول هند یا این به قول معروف دراهم هندیه یا این تنخواه هند، همه اینها رو گفتند، یا موقوفه ابد که پول هنگفتی بوده، میلیون ها روپیه در سال بوده و میان روحانیان شیعی در عتبات تقسیم می شده و در خود هند تقسیم می شده و کارهای بزرگی برای این پخش این پول انجام دادند، مانند ساختن یک نهری در کانون نجف و خیلی چیزهای دیگری که انجام دادن، این پول از کجا آمده و چگونه این تنخواه هند زیر نظر دولت بریتانیا نزدیک به 100 سال سرپرستی شده و اونها رساننده این پول به شیعیان در عراق بودند و چه کسانی این پول رو دریافت می کردند؟ ماجرای بسیار پیچیده و تاریخی است و من امیدوارم امروز پرده ای از پاره ای از ناروشنی ها در این باره بردارم. در نوشتارهای تاریخی از آدمی یاد شده با نام، این نام اون رو من در اینجا از روی سندی که در کتابم آوردم میخوانم، شاید هم این نام رو، نام استان رو نادرست گفتم، اوترا پراداش، استانی است که امروز به جای اود نشسته، اوترا پراداش. مردی به نام میر محمد امین موسوی، فرزند میر نصیر نیشابوری، میگویند که او پایه‌گذار دولت سیدها در هند شده. اینکه این همه سید در هند پیدا شده که اینها توانستند در یکی از تواناترین، حاصلخیزترین استانهای هند به پادشاهی برسند، این هم از رازهای ناگفته روزگار است که چگونه در هند این همه سید پیدا شده. این رو هم میدانیم که از کارهای ساختگی اون دوران است. این سیدی که از اون نام آوردم، این سید به اصطلاح ساختگی، میر محمد امین موسوی که میگفتند براش پرونده ساختند، بعدها گفتند این از
خاندان امام موسی کاظم بوده، در 17 یا بیشتر نسل به امام موسی کاظم میرسیده. این آدمی است که نویسنده کتاب عالم‌آرای نادری داستان دیگری درباره او بازگو می کند. گویا این به اصطلاح سید در یک دورانی در نیشابور زندگی می کرده، چون پدرش هم مال نیشابور بوده، از نیشابور به مشهد میره و کار او در مشهد این بوده که همراه با گروهی از یارانش راهزنی می کرده و به کاروانهایی که از عراق به نیشابور می آمدن به این کاروانها حمله می کرده، چون مسلمانان شیعی عراق می آمدن از عراق به نیشابور به مشهد برای زیارت و کار این محمد امین موسوی راهزنی و حمله به این کاروانها بوده. با او درگیر میشند و از مشهد گریزان میشه و میرود به بخشی از افغانستان امروز. در این فرار از مشهد به این بخش از افغانستان به قندهار میره، در قندهار با داروغه شهر درگیر میشه و داروغه رو میکشه. اینها در اسناد تاریخی آمده، اینها رو من نساختم، اینها در نوشتارهای تاریخی آمده. و پس از کشتن داروغه قندهار از قندهار گریزان میشه، چند زمانی در غزنه به سر میبرده و سرانجام در یک ماجرای بسیار ویژه‌ای که جان یکی از بزرگان مسلمان دربار گورکانی رو در یک ماجرای شکاری از یعنی جان رو نجات میده، سر از دربار شاهان گورکانی یا تیموری هند در میاره و در اونجا خب آدمی بوده که با راهزنی و گردنکشی توانا شده بوده و بنابراین با شمشیر و زد و خورد آشنایی داشته، رفته رفته به جایگاه بزرگی میرسد. این گونه که اسناد تاریخی آمده، ایشان که سپس نام‌آور میشود به برهان الملک سعادت خان نیشابوری و با این نام هم در تاریخ شناخته شده، در دوران فرخسیر پادشاه گورکانی هند در دربار او بسیار بسیار به جایگاه برجسته میرسه. نخست از سوی این شاه گورکانی یک منصبی پیدا میکنه به نام منصب هفت، منصب یک هزاری. سپس کوشش های بیشتری میکنه، میشود صاحب منصب هفت هزاری و سرانجام هم نشان بهادر جنگ و یعنی لقب بهادر جنگ و نشان ماهی بهادر رو، ماهی مراتب رو از پادشاه میگیره و سرانجام محمد شاه یعنی فرزند یعنی شاه پس از اون او رو برهان الملک لقب میده و امیری ایالت عوض رو به او می سپاره. این آدم تا اون زمان آدم مذهبی استواری نبوده، ولی در میابه که یک زمینه تاریخی وجود دارد که او می تواند با برانگیختن مسلمانان شیعه و آوردن اونها به این سرزمین عوض شاید یک نیروی برای خودش فراهم کنه و چنین هم می شود. سخن رو کوتاه می کنم. در سال 1739 میلادی، 1118 خورشیدی، این آقای سعادت خان برهان الملک به نام امیر و بعدها پادشاه این منطقه عوض فرمان روایی یا تاجگذاری میکنه، یعنی در واقع او میشود همه کاری این منطقهی که بسیار هم ثروتمند بوده. در این دوران از زمان فرمان روایی او بر عوض، باز میگویم به نادرستی میگویند عود،
چندین تن به جای او به پادشاهی رسیدند، یا نخست به امیری رسیدند و سپس پادشاه یا شاه لقب گرفتند. نخستین اونها همین سعادت خان برهان الملک هستش. این سعادت خان برهان الملک در سال 1739 برابر 1118 خورشیدی به فرمان روایی عوض میرسد. یعنی شما اگر بازگردید میبینید که این تاریخ تقریبا همزمان است با دورانی که نادرشاه در ایران به فرمان روایی نیروهای افغان پایان داده و در سودای پادشاهی در ایران است. دوران فراز نادرشاه به پادشاهی است. در این دوران این سعادت خان نام برده، سعادت خان برهان الملک، همون نیشابوری سابق که حالا دیگر براش پروندم ساختن و گفتن این سید بوده و سید موسوی بوده، در این دوران او به فرمان روایی عوض میرسد. هنوز میزان وفاداری این امیر به آیین شیعی به اندازه نیست که تنخواه یا پولی برای وقف به آخوندهای شیعی فراهم کنه. هنوز خبری از این موضوع نیست. این برهان الملک در هنگامی که نادر به هند لشکر میکشه، نخست میخواهد میانجی بشود و سرانجام در این درگیری با نادر در درگیری با نادر شرکت میکنه و شکست میخورد و در دهلی در میگذرد و داماد او که خواهرزاده او هم هست، یعنی خواهرزاده است که داماد او شده، داماد او به جانشینی او به شاهی یا پادشاهی عوض میرسد. آره هنوز نام پادشاه بر او نیست، اینها امیران عوض هستند. این ابو منصور خان صفدر جنگ، این صفدر جنگ هم آدم بسیار نامآوری بوده و بسیار برجسته می شود در تاریخ هند، تا جایی که در امروز اگر شما به دهلی نو بروید آرامگاه این صفدر جنگ رو می توانید ببینید. یکی از آرامگاه های بسیار، یکی از ساختمان های بسیار زیبای دهلی که من پیکره اون رو هم برای این ساختمان آرامگاه صفدر جنگ در دهلی نوست. ساختمان بسیار باشکوهی است، نشان میدهد که این حاکمان و فرمان روایان عوض تا چه اندازه دارای توانایی در اون دوران بودند. حالا برگردیم به همین تاریخ. فرزند نوه او در واقع، نوه همین صفدر جنگ به نام آصف الدوله در سال 1775 میلادی، 1152 خورشیدی به فرمان روایی عوض میرسد و او آدمی است که این تنخواه هند رو پایه‌گذاری میکنه. یعنی این پولی رو که پول بسیار کلانی هم بوده و میرفته به یا داده میشده به روحانیان شیعی در هند و در عراق، این کار رو در واقع این آدم، یعنی آصف الدوله، فرزند شجاع الدوله، نوه همین صفدر جنگ پایه‌گذاری میکنه. پنجمین فرمان روا در این خاندان هست. اشاره کردم که این خاندان در سال 1739 بر این بخش از هند چیرگی یافتن، در 1775 یعنی کمتر از شاید 30 سال پس از اون، 34 سال، 35 سال پس از اون، 36 سال پس از اون، نیروی اونها، توانایی اونها و وفاداری اونها به آیین شیعی به جایگاهی رسیده که اینها میآیند و یک موقوفه به وجود می آورند. بسیار همین موقوفه کلان بوده و این موقوفه از راه نمایندگان یا وزیرانی که این دولت تعیین میکرده هر سال میرفتند و این پول رو در میان روحانیان عتبات پخش میکردند. در خود هندوستان هم این منطقه عوض پایگاه میشود برای اینکه بسیاری از روحانیان برجسته شیعی رو به اینجا بیاورند و برنامه های
دینی برگزار کنند. یعنی ابد در واقع تبدیل می شود به یکی از پایگاه های بزرگ شینشین در هند و به این گونه سادات سازی، سید سازی هم در هند به راه می افتد. یعنی هر کسی که می خواسته پولی از این دولت نیرومند و توانای شیعی در ابد بگیرد، یک دستاری بر سر می بسته، پرونده ای برای خودش درست می کرده، یک شناسنامه تاریخی می ساخته، سید می شده و از هر گوشه خراسان و خراسان بزرگ و افغانستان و جایهای دیگر سر از هند در می آورده و می گفته من سید اولاد پیغمبر هستم و از این پول کلانی که این امیران در دست داشتن یک قبایی هم به اون می رسیده و به این ترتیب این سرزمین ابد می شود پایگاه سیدها و سید ساختگی هایی که از گوش و کنار دنیا، از گوش و کنار ایران و هند و پاکستان امروزی و افغانستان امروزی راهی این بخش از هند می شدند و به نانی می رسیدند و جایگاهی در دستگاه امیران ابد پیدا می کردند. بخش زیادی از این پول هم سرازیر می شود به سوی عتبات، به سوی نجف و کربلا و جاهای دیگر. خیلی جالب است این تاریخ رو شما هنگامی که بررسی میکنید. من یه گوشه کوچکی از نمونه این یاری رسانی به روحانیان شیعی رو در این تاریخ ابد برای شما بازگو میکنم. اینها گویا در همین پایتخت، در این فیض‌آباد که بعدها به لکنو معروف شد، یعنی پایتخت به لکنو رفت، یعنی اول فیض‌آباد بود، اینها در لکنو ساختمان‌های بزرگی رو به شیوه آنچه که در کربلا و نجف و از جمله شهرهای بزرگ دینی ایران بوده برای امام حسین و برای شهیدان و برای بزرگان دین بنا می کنند و مراسم مذهبی رو هر سال با شکوه زیادی برگزار می کردند. خود این شاهان هم بسیاریشون آدم های بسیار وفاداری بودند به این آیین. جانشین این آصف الدوله که اشاره کردم، گفتم آصف الدوله، بله برمیگردم، بله، این آصف الدوله پایه‌گذار این تنخواه بوده، این موقوفه بوده. جانشین او خیلی جالب است، جانشینی داشته به نام سعادت علی شاه یا سعادت علی خان یمین الدوله، سعادت علی خان یمین الدوله. این سعادت علی خان یمین الدوله که جانشین پدر می شود، جانشین پدری می شود که بسیار باورمند به این آیین شیعی در این استان ابد هست، آدمی بوده بسیار بسیار شرابخوار و می گویند آنقدر شرابخوری کرده که بیمار شده و خانواده او برای اینکه او را از مرگ نجات بدهند به این اندیشه میفتند که او را ببرند به عتبات، به مزار و آرامگاه حضرت عباس، و میگویند حضرت عباس او را شفا داده. حالا اینکه آیا اصلا او به آرامگاه حضرت عباس رفته یا نرفته نمیدانیم، ولی میدانیم که پس از اینکه این آدم از این بیماری، شاید بیماری کبد بوده، هرگیر گرفتاری دیگر بوده، رهایی پیدا کرده و مشروب خاری افراطی رو کنار نهاده، این مسلمان شیعی بسیار باورمند هنگامی که این کار رو رها کرده هزینه کلانی برای بازسازی آرامگاه حضرت عباس هم میفرستد و این سعادت علی خان یمین الدوله از پدر بیشتر پول به این تنخواه میرسانه. یعنی این تنخواهی بوده که پایه‌گذاری شده از سوی پدر او آصف الدوله با پولی که بخشی از درآمد این امیران بوده، از درآمد این استان، ایالت یا سرزمین بسیار بسیار نیرومندی که میلیون ها درهم درآمد اون بوده، میلیون ها روپیه درآمد اون بوده، تا جایی که در یک پول گرفتن سالهای پس از اون در یک زد و خوردی که با بریتانیا، با فرمان روای کمپانی هند شرقی در اون دوران روی میدهد، نزدیک به 1,000,000 لیره استرلین تنها به عنوان بخشی از سهم دولت بریتانیا یا کمپانی هند شرقی به این دولت یا به این کمپانی پرداخت میشه. این میزان درآمد این ایالت بوده، خیلی بالا بوده درآمد این ایالت، ایالت بسیار توانایی بوده، ایالت فقیری در هند نبوده.
این مردی که پیشتر به شرابخوری، به دلیل شرابخوری زیاد بیمار شده بود و به گفته نویسندگان مسلمان با توسل به حضرت عباس شفا یافته، البته برخی میگویند رفته به آرامگاه حضرت عباس، برخی میگویند نه از این کارها نکرده، فقط توسل به حضرت عباس کرده و با توسل به حضرت عباس شفا یافته، مانند برخی دیگری که در تاریخ میگوییم که میدانیم که توسل کردن به حضرت عباس و چیزهایی از این دست، این آدم ها شفا پیدا کرده و به دلیل این شفا پیدا کردن نه رفتن به نجف، این رو دیگران کتمان میکنن که اون هرگز از این عهد خارج نشده، به نجف نرفته، بلکه توسل به حضرت عباس کرده، شفا یافته و با شفا یافتن پول کلانی رو برای بازسازی آرامگاه حضرت عباس نهاده و در خود پایتخت عهد هم آمده و نه تنها هر سال عید قدیر رو برگزار میکرده، یک امامباره هم خیلی بزرگ بنا کرده که امروز هم این امامباره به نام حضرت عباس در اون شهر هنوز موجود است. اینها دیگر دستور میدهند که در هیچ برنامه شامی شراب نهاده نشود، یعنی از این هنگام دیگه بیش از پیش مسلمان تر می شود. پول کلانی رو هم به سوی عتبات می فرستادن. آدمی به نام صاحب العلماء و پس از اون یکی از نوادگان شوشتری معروف، شوشتری که در دوران نادر میزیسته، اینها هم به هند آمده بودند. یکی از این روحانیان در هند از این پول موقوفه عبد آنچنان تنخواهی دریافت میکرده که در یک مورد مبلغی نزدیک به 80,000 لیره عثمانی میفرسته برای صاحب جواهر، یکی از نویسنده، یکی از بزرگان دین در اون هنگام. میدانید در آیین شیعی آخوندی رو که کتاب معروفی مینوشته، او رو با نام صاحب اون کتاب میخواندند. صاحب جواهر یعنی صاحب کتاب که با این واژه جواهر آغاز میشده. صاحب جواهر پولی رو میفرستند در این دوران برای این صاحب جواهر که کانالی رو در نجف میسازن. این کانال به نام کانال آصف الدوله معروفه، چون پولش رو از این تنخواه آصف الدوله، از این موقوفه به نجف فرستادن. جالب اینجاست که در میان نویسندگان به اصطلاح پژوهشگر شیعه امروز میگویند که این داستان پول گرفتن روحانیان شیعه در نجف از این پول هند یک افسانه است. حالا چرا این پول اهمیت داره، چرا این گرفتن پول در تاریخی که مورد بررسی ماست جایگاه مهمی داره؟ نیک بنگرید که این دولت عوض تا دورانی مستقل بوده، یعنی این پولهایی رو که میفرستادن به نجف، هر سال کسی به عنوان وزیر این دولت میرفته در نجف و این تنخواه رو به دست یک یا چند تن از آخوندهای برجسته، مجتهدین برجسته نجف میرسانده و در اون دوران، در دوران مورد گفتگوی ما، نجف بخشی از امپراتوری عثمانی است و در نتیجه با پشتیبانی دولت عثمانی است که این پول فرستاده می شده. این پول رو تو جعبه نمی کردن، بلکه این پول رو از راه هایی می فرستادن برای دولت عثمانی. دولت عثمانی این پول هندی رو به پول عثمانی تبدیل می کرده و از راه دولت عثمانی تنخواه می رفته به نجف یا به عتبات و این پول میان آخوندها در اونجا تقسیم می شده. تا این هنگام هنوز نشانی از نفوذ دولت بریتانیا در پخش این تنخواه یا پخش این موقوفات نیست.
یک دولت مسلمانی است در شمال هند، دارایی بسیار کلانی داره، روحانیان زیادی رو زیر سایه خودش گردآوری کرده در خود هند و مانند یک دولت شیعی رفتار میکنه در این بخشی از هند. و چون در هندوستان روی هم رفته یک نوع آزادی دینی در اون هنگام وجود می داشته، بسیار هم توانا شده بودند و بخش زیادی از درآمد خودشون رو از راه موقوفه می فرستادن به با کمک روحانیان شیعی هند که زیاد هم بوده شمارشون، می فرستادن به عتبات، به نجف و کربلا و شهرهای دیگر. تا این هنگام، تا می توان گفت میانه این فرمان روایی این دولت شیعی مذهب سادات یا سیدهای عبد، هنوز نشانی از نفوذ دولت بریتانیا به چشم نمیخوره. اما دولت بریتانیا در هند در حال گسترش نفوذ خودش میباشد. در اون دوران همه هند هنوز مستعمره نشده بوده، هنوز بخشهایی از هند در دست دولت گورکانی است، بخشهایی از هند در دست دولتهای محلی است، تا اینکه در چند جنگ سرانجام دولت آخرین پادشاه تیموری هند از دولت بریتانیا شکست میخوره و سپس در یک جنگ بسیار بسیار خونی دولت بنگال رو هم شکست میدهند و یک باره دولت بریتانیا از راه کمپانی هند شرقی بر سرتاسر هند چیره میشود. این چیرگی در آغاز سده 19 میلادی است، یا پایان سده 18 میلادی، آغاز سده 19 میلادی. دیگر چیرگی بریتانیا بر سرتاسر هند کامل شده و یکی از سرزمین‌های بازمانده، سرزمین بسیار دارا و ثروتمند عبد است که این سرزمین هم سرانجام در برابر دولت بریتانیا تسلیم می شود. دولت بریتانیا از این زمان، از پایان پادشاهی آخرین پادشاه عبد، موقوفه عبد رو در دست میگیره و یک ساختاری درست میکنه برای اینکه این موقوفه، پول کلانی که در این موقوفه بوده، با تفسیرهایی که اونها از این وقف نامه میکردن، یعنی آخوندهای هند رو هم ازشون بهره گرفته بودند، به اونها کمک میرساندند از این پول موقوفه که اینک در دست کمپانی هند شرقی در واقع قرار گرفته، به اونها هم چیزی میرساندن و به یاری این آخوندها در هند تفسیر میکردن از این وقفنامه و با تفسیر از این وقفنامه کمپانی هند شرقی است که شروع میکند به پخش این پول در میان روحانیان نجف و کربلا. یکی از نخستین کسانی که در دوره چیرگی دولت بریتانیا بر این موقوفه، یعنی در دوره‌ای که دولت بریتانیا پخش این موقوفه رو، چون این موقوفه این نبود که تنها پولی رو در جای قرار داده بودند، بلکه درآمد زمین‌ها، درآمد کشاورزی، درآمدهای دیگر رو در این موقوفه نهاده بودند، مانند بسیاری از موقوفه‌های دیگری که در ایران هم بوده. اما این موقوفه مانند موقوفات آستان قدس رضوی بسیار بسیار بزرگ بوده اون زمان در هند، پول کلانی در اون وجود می داشته که دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی مالیاتی هم از این می گرفته، آمدن تفسیر کردن و پولی هم از این تنخواه اونها می گرفتن. اونها سرپرستی این موقوفه رو در دست می گیرند و خود اونها تصمیم می گیرند به یاری آدم هایی که می شناختن این پول رو در میان آخوندهای عراق که کانون شیعی نشینی اون زمان بوده، بیشتر مراجع شیعی در اون هنگام در ایران نبودن، در عراق بودن، در نجف و کربلا و کاظمین و دیگر شهرهای اون منطقه بودند، در عتبات در واقع بودند، با پخش این پولها به گونه نفوذ غیر مستقیم در میان این آخوندها هم پیدا می کنند. یکی از نخستین کسانی که در دوره چیرگی کمپانی هند شرقی بر این تنخواه، پول کلانی از این تنخواه گرفته، فردی است به نام سید مجاهد، محمد مجاهد اصفهانی. این سید مجاهد معروفی که در جنگ دوم ایران و روس سراسیمه وارد پایگاه پادشاه در سلطانیه شد، وارد جایی شد که پادشاه دوم قاجار، فتلی شاه قاجار،
خیمه و بارگاه داشت، خیمه و خرگاه داشت در سلطانیه، در چمن سلطانیه. آدمی که وارد سلطانیه شد و شاه رو واداشت همراه با گروه دیگری از آخوندها که فتوای او رو در مورد آغاز جنگ دوم ایران و روس بپذیرند، یکی از کسانی است که از این تنخواه با در دورانی که این تنخواه پخش پولش در دست بریتانیا بوده پول گرفته، همین سید محمد مجاهد اصفهانی پول کلانی از این تنخواه رو به او رساندند. حالا معناش این نیست که به او رساندند و گفتند که برو در ایران جهادی به راه بینداز، نه، اینها بیشتر جنبه های داستان سرایی داره اگر این گونه بپذیریم. نه، من طرفدار توری های دایی جان ناپلونی نیستم، اما تردیدی در این ندارم که این آقای سید محمد مجاهد اصفهانی میدانست پول از کجا می آید. این پول کلانی است که از هند می آمده، هند در دست دولت بریتانیا بوده، در اون هنگام در نجف دولت بریتانیا نفوذ بسیار زیادی داشته، به رغم اینکه در اون دوران دولت عثمانی چیرگی سیاسی عراق رو در دست داره، ولی دولت بریتانیا در اون منطقه خیلی نفوذ داشته، جایگاه بسیار برجسته داشته و میدانستن این پول رو داره پخش میکنه، تا جایی که دولت بریتانیا پس از دورانی سفارت در اونجا در میابه که نمیتواند برای پخش این پول در میان مسلمانان شیعی بر پایه این موقوف تنها بر آخوندهایی که برخی پول میگرفتند برخی نمیگرفتند تنها بر اونها تکیه کنه، میآیند و یک اداره مستقلی درست میکنند برای پخش این پول در میان شیعیان و دولت بریتانیا، کمپانی هند شرقی با پیدایش این، با ساختن این بنیادی که در عراق به وجود میآورند، پخش پول تنخواه هند رو در دست میگیرند و این پول رو در میان شیعیان و سیدها و اونهایی که باید از این پول موقوفه به اونها میرسیده پخش میکردند. این داستان رابطه پول هند و آخوندها در تاریخ از اینجا پیدا شده، یعنی دروغ نیست، شاید افسانه سرایی های درباره اون بوده، ولی راستی این است که یک پول کلانی، نه پول اندکی، پول بسیار بسیار کلانی در هندوستان، در این ایالت ابد نهفته بوده، هر سال هم افسون می شده این پول، تا جایی که در پایان دوره این شاهان ابد تنخواه این آغازین این موقوفه سه برابر شده در پایان و هر سال هم اضافه می شده، چون کسی نمی توانست این موقوفه رو در دست بگیره، این موقوفه مستقل بوده، کسانی اون رو اداره می کردن، وقفنامه ای داشته، ولی دولت بریتانیا پس از چیرگی بر ابد نظارت عالیه بر این موقوفات رو در دست میگیره، پخش پول رو هم در دست میگیره. دیگه آدمهایی از سوی آخوندهای نجف، آخوندهای هند نمیرفتن پول رو به آخوندهای عراق برسانند. پخش این پول اینک در دست دولت بریتانیا است. خب میگویند شیخ انصاری که یکی از بلند پایه ترین آخوندهای نجف بوده، از گرفتن این پول یعنی در واقع نپذیرفت که این پول رو دریافت کنه و این پول رو نگرفته. این رو درباره ایشان میگویند. ببینیم در مورد دیگران چه اسنادی در تاریخ آمده. من به این نمیخوام پاسخ بدهم که در کارهایی که امروز در ایران از سوی چه آخوندها و چه نویسندگان و پژوهشگرانی که برای پاکسازی این آخوندها مینویسند و پژوهش میکنند چه چیزهایی گفته میشود و چگونه در واقع میآیند و کوشش میکنند نشان بدهند که هیچ یک از آخوندهای نجف و کربلا از این تنخواه هند پول نمیگرفتند. ما میدانیم که دیگر از آغاز سده 19 هم به طور قطعی و سال 1800 به این طرف به طور قطعی پخش این پول در دست دولت بریتانیا است. جای گفتگو در این نیست. این رو اسناد تاریخی و کتاب‌هایی که در این باره نوشته شده در تاریخ شیعه در هند و در تاریخ‌هایی که در باره دولت
هند، دولت انگلیسی هند، شرکت هند شرقی نوشته شده، این رو با اسناد میتوان نشان داد که دیگر در آغاز سده 19 هم نشانی از دولت ابد وجود نداره. دولت شیعی سادات ابد دورانشون به پایان رسیده و کمپانی هند شرقی در واقع این ایالت رو اداره میکنه و پخش پول هم در دست اونهاست. پخش در واقع همه کار هندوستان در دست اونهاست. آدمی هست به نام میرزا محمد تنکابنی. من از همیهنان خواهش میکنم این آدم رو با میرزا محمد طاهر تنکابنی که یک آدم بسیار بسیار برجسته و استاد دانشگاه، استاد دارالفنون و یکی از به راستی آدم های برجسته بود، استاد پدر من هم بوده، با اون یکی نگیرید. این میرزا محمد تنکابنی آخوندیست که کتاب قصص العلماء رو نوشته، کتاب خواندنی است، پر از دروغ، ولی بر روی کتاب قصص العلماء است و درباره دانش در واقع روحانیان نوشته، قصص العلماء، داستانهای درباره روحانیان. از جمله در این کتاب قصص العلماء یک بخشی دارد این آقای میرزا محمد تنکابنی درباره استاد خودش. خب آخوندی بوده، در نجف درس خوانده بوده و این کتاب قصص العلماء رو هم درباره روحانیان دوران خودش نوشته و دیگران گذشته. استاد این آقای تنکابنی، میرزا محمد تنکابنی، یکی از برجسته ترین روحانیان نجف است به نام سید ابراهیم قزوینی، معروف به صاحب جواهر، که در واقع در یک دورانی همه کاری نجف بوده، یعنی زعیم روحانیان نجف بوده، مرجع تقلید روحانیان، مرجع تقلید در نجف به شمار می آمده، مرجع تقلید شیعیان به شمار می آمده، ولی در این دورانی که مورد گفتگوی ماست، خیلی پیش از این شیخ انصاری گفتن این پول رو نگرفته، در مورد استاد خودش این آقای تنکابنی در مورد استاد خودش میگوید که در مورد صاحب ضوابط، کسی که در سال 1848 میلادی درگذشت. خب نگاه کنید، 1848 میلادی دوران ناصرالدین شاه قاجار در ایرانه، دورانی است که گفتمان بر سر مدرنیته در ایران اینجا و اونجا آغاز شده و اندیشه های نو در ایران در حال پاگیری است. هنوز خیلی تازه است این اندیشه ها. آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار اگر اشتباه نکرده باشم، ناصرالدین شاه در سال 1264 تقریبا آغاز، درست سال آغازه، بله سال آغازه، دوره اندیشه های مدرنیته هنوز نیست، ولی سال آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه است، این در گذشت این صاحب ضوابط. ولی کاری که تنکابنی کرده در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه است، یعنی کتاب معروف تنکابنی در دوران قصص العلماء در دوران ناصرالدین شاه نوشته شده. او میگوید که هر ساله تنخواهی بسیار از موقوفات هند میفرستادند که به دستیاری ایشان، یعنی استادش، به فقرا و تعمیرات مشاهد مشرفه مصروف میگشت. خب نگاه کنید، این میرزا محمد تنکابنی میگوید که در نیمه نخست سده 19 هم در دورانی که بریتانیا یک کتاز هندوستان است و در نجف هم بسیار نفوذ داره، از موقوفات هند به یاری دولت بریتانیا پول کلانی میفرستادند که این آقای سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط ایشان این پول رو میان فقرا و مسمندان و سیدها و برای تعمیر ساختمان های دینی به کار ببرد. این رابطه رو شما نیک بنگرید که بزرگترین مرجع شیعی نجف
زعیم دینی نجف در اون هنگام در سالهای پایانی پادشاهی محمد شاه و آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، در این دوران، این تاریخ ها رو میگویم برای که تا اندازه درک اونها برای شما آسانتر بشود، در میانه سده 19 هم دولت بریتانیا رساننده پول کلانی به بزرگترین مرجع تقلید شیعه در نجف بوده که او بتواند این پول رو پخش بکند. آقای تونکابونی از این هم فراتر میره، میگوید که دولت بریتانیا از پخش این پول ها بهره گرفت، بهره برداری زیادی کرد برای اینکه برخی از روحانیون رو آرام کنه در شورش هایی که اینجا اونجا در می گرفت در برابر بریتانیا، چون می دانیم سالهای پس از اون این درگیری ها به وجود آمده. در این باره نوشتارها و اسناد زیادی در دست است که چگونه این پول پخش می شده. و البته می دانیم برخی از آخوندها سرباز می زدن از گرفتن این پول. فرزند پایه‌گذار حوزه علمیه قم، آدم بسیار شریفی هم بود، فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی، در یکی از نوشتارهای خودش درباره پدرش میگوید که پدرم گاه و بیگاه گریه میکرد و میگفت که نکند درس اجتهاد من رو، هزینش رو، بخشی از اون رو این پول تنخواه هند فراهم کرده باشه. این پول تا این اندازه به عنوان یک کار ننگین به شمار میآمد برای اینکه این پول گرفتاری داشت، این پول رو بریتانیا پخش میکرد و گمان نکنید که پخش این پول بدون پاداش بود. یعنی دولت بریتانیا که این تنخواه رو در دست گرفته بود و پول عوض رو، پول هند رو، تنخواه هند رو در میان آخوندها تقسیم می کرد، یک رابطه هم با اونها فراهم ساخته بود و ما نمونه های این روابط رو در سالهای پس از اون می بینیم که این پیوند، این پول کلانی که میانه آخوندهای عتبات پخش می شده تا چه اندازه یک روابط ویژه‌ای رو برای اونها با کارکنان و کارگزاران دولت بریتانیا به وجود آورده. من در برنامه های دیگری به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت، اما خواستم این یادآوری رو به هم میهنان بکنم که این ماجرایی که به نادرست به نام پول عود معروف شده، موقوفه عود با عین معروف شده، تنخواه یا موقوفه عود است که در منطقه‌ای که امروز در شمال هند ایالت دیگری شناخته می شود نام عود را از اون برداشتند، از اونجا به نجف می آمده و سپس دولت بریتانیا این پول رو، کنترل این پول رو در دست می گیره و پراکنده کننده و پخش کننده این پول در میان روحانیان عتبات هم کارگزاران دولت بریتانیا بودن. البته عراقی هایی که با اونها کار می کردن، نه این است که سفیر بریتانیا می رفته و این پول رو پخش می کرده، بلکه با راه های بسیار بسیار تردستانهی که در دست داشتن با پخش این پول تا حدود زیادی روابط ویژه‌ای رو با برجسته ترین روحانیان زمان خودشون در عراق به وجود آورده بودن و بخشی از این پول هم به طور غیر مستقیم از عراق به ایران می رسه. خب به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه های آینده روز و روزگار بر شما خوش باد. با پرداختن به این موضوع درباره این موقوفه‌ای که از هند راهی عتبات میشد، پول‌های هنگفتی که از این منطقه شینشین در شمال هند، در جنوب نپال، در کوهپایه‌های هیمالیا به عتبات راهی شده بود، درباره چند و چون رابطه بریتانیا در پخش این پول با شما سخنانی داشتم. گمان نمی کردم که این سخن من تا این اندازه در میان هممیهنان در درون ایران به ویژه با چنین اقبالی روبرو بشود. انبوهی از ایمیل و به هر حال نامه های ایمیلی داشتم، پرسش های فراوانی که
دوستداران این برنامه و یا اونهایی که خردگیران این برنامه هستند برای من فرستادن، و این است که من برنامه امروز رو به پاسخ دادن به این پرسش ها خواهم پرداخت. و همون گونه که در پخش زنده برنامه امروز هم میبینید، پیش از پخش زنده برنامه امروز در این روز آدینه، همان برنامه‌ای که دو روز پیش داشتم رو دوستان برای شما بازپخش کردن که این پاسخهایی که من درباره پرسش‌هایی که از من شده میدهم هماهنگی با آن برنامه داشته باشد. در اون برنامه اشاره کردم که در دورانی که دولت صفوی در حال واژگون شدن بود و گروه‌های پشتون اهل سنت بخشی از ایران اون زمان که امروز در افغانستان است شوریده بودند بر دولت صفوی، و میرویس هوتکی گرگین خان رو کشته بود و پس از اون هم پسر او محمود معروف به محمود افغان سودای گرفتن بخشهای از ایران رو داشت و سرانجام هم آمد و اصفهان رو گرفت و دولت صفوی رو به پایان رساند. در اون دوران گروهی از مسلمانان شیعی خراسان از بیم و هراس انتقام گرفتن این گروه هایی که زیر فشار دولت شیعی صفوی بودند از خراسان گریختند. بسیاری از اونها به هند رفتند و اشاره کردم که در این راستا یک آدمی که بعدها معروف شد به سعادت خان، این آدم پیشتر راهزنی بوده و گردنکشی بوده و رفته و در هند به جایگاهی رسیده و سرانجام به فرمان روایی یک ایالت بسیار بسیار توانا و پاسلخیز هند رسیده و در اونجا خاندانی رو پدیدار ساخته که این خاندان شیعی بودند، پرونده سادات برای خودشون ساختند و گفتند که ما از نیای بزرگ ما امام موسی کاظم بوده، خودشون رو موسوی خواندند و به این ترتیب یک شرایط ویژه‌ای رو برای خودشون به وجود آوردند و پول کلانی از درآمد این ایالت رو گرده هم آورده بودند و موقوفه‌ای درست کردند که از این موقوفه پولهای کلانی هم به عتبات رسید. این ماجرا یعنی پیدایش این فرمان روای دولت عوض که به نادرست عود خوانده می شود در 1739 میلادی است. در اون زمان تقریبا آغاز این کار است، 1118 خورشیدی، پایان دوران صفوی، پیش از اینکه نادر در سپهر سیاست ایران پدیدار شود و دولت افشار رو به وجود بیاورد و سرانجام به هندوستان حمله بکند. این دوران بسیار بسیار مهمی از تاریخ ایران هست، نزدیک به 300 سال پیش، 1118 اینک 1398 خورشیدی، 200 و اندی سال پیش، بله 200 و اندی سال پیش، 300 نه 200 و اندی سال پیش، در اون دوران نه بیشتر از اون میبخشید، نزدیک به 270 سال پیش، بله همون نزدیک به 300 سالی که گفتم درست بود، در سر خودم 300 سال داشتم و نگاه به تاریخ کردم که اندکی تردید داشتم در این باره. 1118 خورشیدی نزدیک به 270 80 سال پیش است، میشود نزدیک به 3 سده پیش، دورانی است که دولت صفوی در حال فروپاشی است و نادر برای فرمان روایی بر ایران فرازی یعنی طغیان کرده، شورش کرده و با درایت و توانایی توانسته ایران رو یک پارچه کنه و دولت افشار رو به وجود بیاره و شوربخت داد که در پایان کار با کارهایی که نادر در اون دوران انجام داد دولت افشار زود گذر بود و پس از اون دولت باز هم زود گذر زند و سرانجام دولت قاجار در ایران شکل گرفت. در این دوران یک فرمان روایی در بخشی از هند به وجود آمده که این فرمان روایی رو اونها خودشون رو شیعی و سادات می‌خواندند و این آدمی که اشاره کردم سعادت خان که به اون بیشتر خواهم پرداخت، این آدم که به دربار
شاهان تیموری راه یافته بوده او در واقع آغاز کرده. این رو هم یکی از پرسش هایی که هم میهنان کردن در یه برنامه دیگری به درازا به اون خواهم پرداخت. چرا میگویم که شاهان تیموری گورکانی از این روز که بابر در بابرخان گورکانی یکی از خیشاوندان تیمور کسی که هیچگاه پای او هم به ایران هم نرسیده بوده ولی شیفته فرهنگ ایران بوده و زبان فارسی لشکری میفرستد و هند رو میگیرد و دولت گورکانی هند رو به وجود می آورد که در کانون دولت گورکانی هند زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نهفته است و این تا هنگامی که بریتانیا این زبان فارسی رو از هند بر نمی چیند همچنان زبان فارسی زبان دیوانی و زبان بخش بزرگی از مردم هند به شمار می رفته و حتی زبان آموزشی در بخش‌های بزرگی از هند بوده، به ویژه در بخش‌های از هند که در بخش‌های مرکزی هند هستند. یکی از پرسش‌هایی که دریافت کردم و در اینجا به اون پاسخ می‌دهم روشن است که از سوی هم میهنی است که اگر آخوند نباشد دست کم درس دینی خوانده و سخت وفادار با این شیعی است و به من خورده گرفته که شما این سخنان رو درباره این پایه‌گذار دولت عوض بر چه پایه‌ای میگویید؟ این مرد یک سید اولاد پیغمبر بوده، از وفاداران به آل علی و برای گسترش اسلام و شیعیگری به هند رفته و شما این حرفا رو از زبان کسی آورده اید که آدمارای نادری رو نوشته و این آدم از دشمنان شیعی بوده و دروغ گفته در این باره که این آدم راهزن بوده. عمیان گرامی، من سخنی بی پایه در این برنامه ها به میان نمی آورم و اگر هم اینجا و آنجا کجی از من ببینید یا ناراستی یا نادرستی از من ببینید بیگمان در برنامه دیگری اون رو اصلاح خواهم کرد. محمد کاظم مروی نویسنده کتاب تاریخ عالم‌آرای نادری یا عالم‌آرای نادری وزیر مرو دشمن شی نبوده، شی مذهب بوده، حتی پیورز بوده، متعصب بوده با این شی و به راستی باید گفت در دوران نادرشاه تا حدودی این آرام می شود از آن تسامح مذهبی نادر، از آن بردباری هایی که در دوره نادر وجود می داشته که کوشش می کنند یک آشتی میان آیین شیعی و آیین های اهل سنت به وجود بیاورند و شیعی رو به عنوان یکی از پنج آیین اسلامی معرفی کنند، چون چهار آیین در میان اهل سنت وجود داشته و نادر کوشش می کنه که این شیعیگری رو در ایران به عنوان یکی از پنج شاخه اسلام معرفی کنه و مخالف این بوده که آیین شیعی باید آیین رسمی ایران باشد. یک نوع بردباری دینی ویژه‌ای در ایران در دوران نادر به وجود می آید که هیچگاه دیگر در میان نبوده. این گونه پذیرش آیین‌های گوناگون در میان نبوده. در این دوران این محمد کاظم مروی نویسنده این کتاب عالم آرای نادری که این جلد نخست اون هست، من اینجا برای شما میآورم نشان میدهم، این که نویسنده این کتاب آدمی است سخت وفادار به نه تنها آیین شیعی بلکه به گفته ویراستار این کتاب، پوزش میخواهم، ویراستار این کتاب دکتر محمد امین ریاهی، یکی از به راستی ایران پژوهان بسیار برجسته، آدمی بودی که حتی پیورزی ها یا تعصب های زیادی نسبت به قزلباشان داشته و تا اونجایی که دیگران رو بر دیگر اقوام و گروه های ایلی در ایران خورده می گرفته، اونها رو پستر می دانسته، تا این اندازه وفادار بوده به آیین شیعی، چون قزلباش ها شیعی بودن، شیعی بسیار پیورز با شمشیر قزلباشان هست که آیین شیعیگری در فلات ایران گسترش پیدا کرده. بنابراین هم میهن گرامی، این سخن که گویا این آدم بر پایه دشمنی با آیین شیعی این سخنان رو پراکنده درست نیست. اما بیاییم و این تاریخ رو نگاه کنیم ببینیم درباره این دوران
چه گفته؟ در جلد سوم کتاب عالم آرای نادری، که یکی از بسیار بسیار ارزند، یکی از ارزنده ترین و بسیار خواندنی ترین کتاب هایی است که من در این سالها، در این 30-40 سال گذشته دست به اون دست یافتم، همین کتاب عالم آرای نادری است. درباره دوران بسیار مهمی از تاریخ ایران، دوران بسیار پر غم و پر گرفتاری از تاریخ ایران. در جلد سوم از آغاز برگ 701 بخش 133 ایشان به درازا شاید نزدیک به 30 برگ درباره احوال سعادت خان نیشابوری می نویسند و می گویند که او نامش در آغاز نام دیگری بوده، این نام رو بعدها بر او نهادند و این سعادت خان نیشابوری رو توضیح می دهد. در این نوشته که این آدم با رفیقانش راهزنی می کرده و از جمله یک کاروانی رو که از بغداد به مشهد آمده بوده، این آدم با یارانش رفته و اینها رو با اونها حمله کرده، عده‌ای رو کشته، عده‌ای رو زخمی کرده و سپس از بیم انتقام گرفتن و از بیم رفتن به زندان و کشته شدن فرار کرده، رفته به قندهار و در اونجا در یک درگیری در یک روسبیخانه با داروغه قندهار گلاویز شده و داروغه قندهار رو کشته و از اونجا هم فرار کرده و سرانجام از دستگاه پادشاهی پس از دورانی رو توضیح میدهد در این کتاب که چگونه از دستگاه پادشاهی گورکانیان هند سر در آورده و در اونجا چون توانایی های برآمده از دوران راهزنی و گردنکشی رو داشته، سپهسالاری شده و سرانجام والیگری یا فرمانروایی این ایالت اود رو به او دادند و او در اونجا آمده حکومتی ساخته و جانشینان او که بسیار هم از او پیورتر، یعنی باورمندتر به آیین شیعه بودند، اینها سیدها و شیعیان رو از سراسر هند و از سرزمین های دیگر رو از خراسان به این سرزمین فرا خواندند و یک دولت شیعی در اود، در این منطقه‌ای که امروز نام دیگری بر اون نهاده شده، به وجود آوردن. در اون هنگام پایتخت اونها فیض‌آباد بوده و سرانجام پایتخت اونها پایتختی است که امروز هم پایگاه این ایالت است، لکنو. یه هی هم میان که و نون وجود دارد ولی خوانده نمی شود. این همیهنی که این نامه رو نوشتند چنین وانمود می کنند که این دولت اود نخستین دولت براستی اسلامی در هند بوده. ایشان شاید با نوشتارهای دینی آشنایی داشته باشند ولی تاریخ رو نمی دانند. اسلام نزدیک به 40 سال پس از رسیدن به ایران به هند رسید. اسلام در هند تازگی نداشت و سپس در دوره‌ای که نخستین دولت ترکمان تبار ایران پدیدار شد، یعنی دولت غزنوی، سلطان محمود غزنوی در حمله‌ای که به هند کرد در گستراندن آیین اسلامی جایگاه برجسته‌ای داشت. در هند دولت‌های اسلامی در گوش و کنار این کشور پدیدار شده، برخی از اونها رو من برای شما می‌خوانم. یکی از نخستین اونها بهمنیان بوده، اینها یک دولت اهل سنت بودند ولی زبان دولتی اونها فارسی بوده. نعمت اللهی ها در هند بسیار نفوذ داشتند، عادل شاهیان، قطب شاهیان، نظام شاهیان و گروه های دیگر. اینک هم در هند که نزدیک به شاید 20% جمعیت هند مسلمان است، از این 20% یا 25% جمعیت هند که مسلمان است، نزدیک به 30% اونها شیعه هستند. بنابراین نه اسلام در هندوستان تازگی داره نه آیین شیعی. این دولت ابد ویژگی که برای اونها باید برشمار در این است که اینها با پول هنگفتی که در دست داشتند یک موقوفه ایجاد کردند. من در اینجا سخنم درباره اینکه آیا دولت شیعی در هند بوده یا نبوده نیست، در این است که این پولی که اونها فراهم ساختند و اشاره خواهم کرد که این پول چه اندازه بوده،
این پول زمین ساز یک نوع نفوذ دولت بریتانیا در میان روحانیان شیعی نجف شده و به اونها یاری رسانده در زمینه هایی بتوانند در میان شیعیان عراق نفوذ گسترده‌ای پیدا بکنند. از این رو پاسخ من به این هم میهن این است که تاریخ رو بخوانید، با پیورزی های دینی در این باره داوری نکنید. این سعادت خان معروفی که اشاره کردم، این آقا قبلا راهزن بوده و بعدها به این جایگاه برجسته شاهی رسیده. البته هیچگاه هم شاه نبوده، در اون هنگام امیر بوده. در میانه دوران فرمان روای اونها بر سرزمین عوض هست که اینها شروع میکنند به تاج گذاری و خودشون رو شاه میخوانند. در این عالم آرای نادری بخشی هم دارد درباره درگیری سعادت خان و نادرشاه، چون درست در همین دوران است که نادرشاه به هند لشکر کشیده و شورش معروف دهلی روی داده و کشتاری است که نادر در دهلی بسیار دردناک، کشتار دردناکی است که در دهلی نادر انجام میدهد. و در این دوران این سعادت خان در برابر نادر بوده و سرانجام هم در همان پیش از کشتار معروف نادر در دهلی درگذشته. پرسش های زیادی در این زمینه عنوان شده. پرسش دیگری که هم میهنی در این راستا دارند این است که این سیاهی نام این امیران عوض چه بوده، اینها چه کسانی بودند، چه جایگاهی داشتند و در چه دوره‌ای می‌زیستند. من سیاهی این یا فهرست نام اونها رو برای شما در پاسخ به این هم‌میهن بازگو می‌کنم. این آغاز کار این فرمانروایی سعادت خان برهان الملک، این لقب برهان الملک رو هم از شاهان تیموری گرفته. این در دوران یکی از شاهان تیموری به یا گورکانی به هند رسیده و سپس از او و از جانشین او این لقب ها رو گرفته، لقب سعادت خان برهان الملک رو گرفته. او از سال 1739 میلادی فرمانروای ایالت عوض هست. جانشین او ابو منصور خان صفدر جنگ است یا صفدر جنگ است. این داماد و خواهرزاده این سعادت خان بوده و از آغاز کار هم با او بوده. هنوز در این دوران موقوفه درست نکردن، دارند شیعیان رو به این ایالت عوض فرا میخوانند، ولی هنوز کار اونها به این اندازه نگرفته. این صفدر جنگ آدم بسیار نام‌آوری بوده و در برنامه گذشتم اشاره کردم که اگر به دهلی نو بروید، آرامگاه او یکی از زیباترین جایگاه‌های گردشگری در دهلی نو به شمار می‌آید. آرامگاه صفدر جنگ در دهلی نو در گذشته. این داماد و همراه و همکار و رایزن و مشاور و همکاری این سعادت خان برهان الملک بوده. پس از صفدر جنگ، فرزند صفدر جنگ با نام جلال الدین حیدر شجاع الدوله به فرمان روایی میرسد. آصف الدوله فرزند شجاع الدوله چهارمین رهبر این دوران این فرمان روایی عوض، فرمان روایی شیعی سادات عوض، نخستین کسی است که در دوران او این موقوفه پدیدار شده. یعنی پولهای کلانی که اونها توانسته بودند گردآوری کنند پایه‌گذاری کرده این موقوفه رو. تقریبا می شود سال، اجازه بدهید که اشاره کنم، چند سال پس از آغاز این فرمان روایی است، نزدیک به 40 سال، 40 سال پس از آغاز این فرمان روایی در عوض، فرمان روایی که 130 سال به درازا کشیده، این تنخواه عوض یا پولی که
بنا بوده در میان شیعیان، یعنی روحانیان شیعی بر پایه آیین شیعی تقسیم بشود، سهم امامی است که باید به اونها داده می شده. این موقوفه رو جدا از سهم امام، این موقوفه رو افسون بر سهم امام، این موقوفه رو به وجود می آورند. پرسشی که یکی از همیهنان از من کردند این است که این موقوفه چه اندازه بوده؟ چه آگاهی هایی از این موقوفه داریم؟ بر پایه یکی از گزارش های یکی از کارکنان بلند پایه دولت بریتانیا در هند در دوران امجد علی شاه، امجد علی شاه و واجد علی شاه، اینها دو پادشاهان پایانی دوره دیگه پادشاه شدن، پادشاهان پایانی هستن. البته برجیس قدر هم فرزند واجد علی برای یک سال دو سالی شاهی کرده تا اینکه دولت بریتانیا این حکومت ابد رو برانداخته. اما در دوران امجد علی شاه و واجد علی شاه، دوران اوج توانایی این فرمانروایی ابد، تا اینکه دولت بریتانیا کمپانی هند شرقی به این فرمانروایی پایان بدهد و دولت ابد رو براندازد و اداره این سرزمین ابد رو از آن خود بکند، بر پایه گزارش یکی از بلند پایه ترین کارکنان بریتانیا در هند در این دوران پایانی پادشاهی پادشاهان ابد یا شاهان ابد یا امیران ابد، شیعان سادات ابد، هرچی حالا لقب های مختلف یا نام های مختلف بر اونها نهاده شده، تنخواه این موقوفه 3.5 میلیون لیره استرلینگ بوده. 3.5 میلیون لیره استرلینگ نزدیک به 200 سال پیش یا 180 سال پیش در میانه سده 19 میلادی، نزدیک به 1850، نزدیک سال 1850، 167 سال پیش، تنخواه یا دارایی این پول نهفته شده در این موقوفه یا دارایی این خاندان که از این پول در واقع موقوفه رو پرداخت می کردن 3.5 میلیون لیره استرلینگ بوده که پول بسیار کلانی در اون هنگام به شمار می آمده. بنابراین ماجرای موقوفه ابد یک موضوع کوچک نیست، پول کلانی است که این خاندان در اختیار داشتن، در دست داشتن و این پول رو هزینه می کردن برای گسترش اسلام و به ویژه آیین شیعی هم در ایالت خودشون و هم در سرتاسر هند، و بخش زیادی از این پول رو روانه عتبات می کردن. حالا چرا عتبات مهم بوده در این دوران؟ اجازه بدهید که اشاره بکنم به این موضوع. پایگاه شیعیگری تا پیش از آمدن دولت صفوی در بخشی از عراق بوده، یعنی شیعیگری در ایران چندان روان و استوار نبوده، جز جایهایی پراکنده در گوش و کنار ایران، سبزوار و نیشابور و کاشان و شهرهای از این دست، شیعیگری در ایران یک آیین اقلیتی در میان مسلمانان بوده، بیشتر ایرانیان اهل سنت بودند در اون دوران، از جمله در آذربایجان، سرزمینی که شاه اسماعیل در اونجا پادشاهی خودش رو در تبریز اعلام کرد. اما به ضرب شمشیر قزلباش ایرانیان شیعی شدند و این شیعیگری گسترش پیدا کرد و خواه ناخواه در پایان دوره صفوی، 200 و اندی سال پادشاهی صفوی، بیشتر مردم ایران شیعی شده بودند. در منطقه‌ای که امروز به نام افغانستان شناخته می شود که بخشی از ایران بود و فرمان روایان اون منطقه بخشی از ایران خودشون رو می دانستند، همین محمود افغان خودش رو به عنوان رعیت پادشاه ایران می شناخت و نامه به این عنوان به شاه سلطان حسین نوشته بود. اینها آدمی رو گماردند به فرمان روای اون منطقه به نام گرگین خان گرجی، و این آدم بسیار پیورز بود و سختگیری های زیادی رو نسبت به مردم اهل سنت در اونجا انجام میداد، تا میرویس خان هوتکی بر او شورید، او رو کشت
و سرانجام فرزند او محمود افغان بر این شد که یا بران شد که لشکر بکشد و خراسان را بگیرد و گرفت و سپس کرمان را گرفت و سرانجام هم آمد و پایتخت دولت صفوی رو در دست گرفت و به دولت صفوی پایان داد. به این دوره در تاریخ ایران میگویند حمله افغان ها که کاملا نادرست است. افغان ها بخشی از ایران بودند، یک جنگ داخلی بود نه حمله یک نیروی خارجی به خاک ایران. افغان ها بخشی از مردم ایران بودند، بیشترم پشتون بودند اینهایی که به پایتخت صفوی حمله کردند. پس از این که پایتخت صفوی به دست پشتونهای اهل سنت افتاد و اینها وارد پیمان با دولت عثمانی شدند، اصفهان دیگر به عنوان پایگاه دانشی و آموزشی شیعی باقی نماند. در اون هنگام اصفهان بزرگترین پایگاه شیعیگری در جهان بود. بزرگترین روحانیان شیعی در اصفهان بودند، مجلسی ها و بسیاری دیگر. بسیاری از اینها از اصفهان راهی عتبات شدند. یه دورانی به وجود آمد که به نام دوران فترت نامیده شده. در این دورانی است که فاصله میان بازگشت شیعیگری به ایران و پیروزی، یعنی میان پیروزی محمود افغان بر دولت صفوی تا بازگشت شیعیگری به ایران به نام دوره فترت شناخته میشه. در این دوران است که نجف، کربلا و سامرا و کاظمین به عنوان مراکز شیعیگری رونق پیدا کرد. برای دوره طولانی هم کربلا پایگاه دینی، پایگاه آموزشی و دینی شیعی به شمار می آمد و در یه دوره این پایگاه به نجف آمد و در دوره شیرازی معروف، در دوره‌ای که اندکی پیش از مشروطه است، در دوران جنبش تنباکو، این پایگاه به سامرا رفت. یا سر من را هر که مرا ببیند شادمان شود، شهری بود که در دوران عباسی برای پایگاه نظامی ساخته بودند و داستان درازی است به اون نمی پردازم. امام دهم رو به اونجا برده بودند و امام یازدهم، امام عسکری به عنوان امامی که در یک پایگاه نظامی به دنیا آمده، در اونجا به دنیا آمده. در این دوره که پایگاه دینی به عتبات رفت، این پول هند جایگاه مهمی در توانا کردن روحانیان عتبات داشت، نجف و کربلا، و این پول رو این دولت عبد، دولت شیعه عبد، با واسطه هایی میفرستاد به اون منطقه. پول کلانی هم بود، پول اندکی به شمار نمی آمد. من نگران زمان هستم که به درازا نکشد به همه این پرسش ها بتوانم پاسخ بدم. فهرست شاهان رو از من خواستن، من شماری از اونها رو برشمردم. اجازه بدهید که به پرسش پس از اون بروم. پرسش بسیار ارزنده ای روی که از هم میهنان کرده، گفته نخستین کسانی که پول رو به عتبات بردند و نخستین کسانی که از میان آخوندها پول گرفتند چه کسانی هستند؟ در اسناد تاریخی آمده است که نخستین کسی که به عنوان وزیر اون آصف الدوله که این موقوفه رو ساخت، نفر چهارم در سلسله این شاهان عبد، نخستین کسی که این پول رو به عنوان نماینده آصف الدوله با خود برد و به یکی از روحانیان برجسته نجف داد یا عتبات داد، این آدم بسیار جالبی هم است. اجازه بدهید که من نام اون رو در اینجا، این آدمی است به نام خان علامه معروف بوده، یعنی آدمی است که نامش حسین بوده، حسین خان بوده، روحانی هم بوده، مذهبی بوده، یکی از بلند پایه ترین آدم های روحانی دربار آصف الدوله به شمار می آمده. اما
با تیپ آخوندهای اون زمان متفاوت بوده، شیفته موسیقی بوده، ریاضیدان بوده، چندین زبان آشنا بوده. این آدم است که میبرد پول رو برای نخستین بار به عتبات و این پول رو تحویل میدهد به نخستین کسی که در تاریخ نام او به عنوان دریافت کننده این پول آمده، سید علی طباطبایی. سید علی طباطبایی کیست؟ این آدم داماد بهبهانی بوده. حالا این بهبهانی رو من بهش اشاره خواهم کرد. وحید بهبهانی، محمد باقر وحید بهبهانی، آدم بسیار برجسته در تاریخ شیعی به شمار می آید، زیرا تا پایان دوره صفوی مکتب اصولی بر آیین شیعی چیره نبوده و یک درگیری بزرگی در اون دوران وجود می داشته. این محمد باقر وحید بهبهانی هست که مکتب اصولی رو زنده می کنه و مکتب اصولی رو که یک نوع عقلانیت رو بر مکتبهای پیشین برجسته تر می دانستن، در آیین شیعی چیره می شود و اجتهاد در واقع از این دوران نقش برجسته‌ای پیدا می کنه و مجتهد ساختن در این دوران از این دوران پدیدار می شود، زیرا مکتب اصولی معتقد به این بوده که باید برداشت اجتهادی یک آخوند در ارزیابی از سنت و قرآن و کتاب و احادیث دست داشته باشه، در حالی که مخالفان مکتب اصولی به این باور نداشتند. باید گفت که پس از این که مکتب اصولی به وسیله بهبهانی چیره می شود، ماجرای سلسله مراتب شیعی در عتبات به وجود می آید و مرجعیت شیعی از این دوران تا زمان انصاری به تدریج شکل می گیره و در دوران انصاری به اوج می رسه و از این هنگام مرجعیت تامی شیعه شکل می گیره. ما نداشتیم تا پیش از دوران وحید بهبهانی این برداشت امروزی که در میان شیعیان به وجود آمده که کسی مرجع تقلید است، نداشتیم. مرجعیت از دوران انصاری شکل گرفته و پیش از اون هم این وحید بهبهانی موضوع اجتهاد رو مطرح کرده که خیلی پایگاه برجسته‌ای در میان مکتب اصولی داشته. یکی از شاگردان این وحید بهبهانی آدمی است به نام سید علی طباطبایی. این سید علی طباطبایی داماد بهبهانی هم می شود. خود این بهبهانی مادرش از خانواده مجلسی است، یعنی خواهر مجلسی معروف، علامه مجلسی، خواهر او مادر این علامه وحید بهبهانی است. بهبهانی یعنی در واقع این سید علی طباطبایی داماد بهبهانی است، دختر بهبهانی زن این آدم می شود. این سید علی بهبهانی چه کسی است؟ پدر سید محمد مجاهدی است که سید محمد مجاهد طباطبایی اصفهانی است که فتوای جنگ دوم ایران و روس رو داد. معروف از کار او، وارد سلطانیه شد و شاه رو وادار کرد که به جنگ با روس ها بپردازه و خود او هم در آغاز همراه سپاه رفت و خیلی زود برگشت، ولی در این جنگ بود که ایران به پیمان ترکمانچای تن در داد و بسیاری از بزرگان دولت فتلی شاه آمادگی بر این جنگ رو نداشتن، حتی نایب السلطنه هم هوادار این جنگ نبود، ولی این سید محمد مجاهد اصفهانی که خود او هم یکی از کسانی که پول از این تنخواه هند گرفته، این فتوای جنگ رو داد. پدر او نخستین کسی است که از دست این تفضل حسین خان کشمیری، همین که اشاره کردم، معروف به خان علامه، تفضل حسین خان کشمیری، نخستین پولی که به روحانیان عتبات رسیده در این دوران است، در دورانی است که دوران پادشاهی فتلی شاه قاجار، دورانی است که میانه جنگ های، یعنی دوران پیش از جنگ های ایران و روس،
در این دوران است که پول بریتانیا، یا ببخشید پول هند، با واسطه بریتانیا به دست، چون در اون دوران هنوز چیرگی بریتانیا بر سرزمین ابد کامل نشده بوده، ولی به هر روی اونها بدون یاری اونها پول نمیتوانسته به عتبات برسه. این سید علی طباطبایی، داماد بهبهانی، پدر این علامه مجاهدی که جنگ دوم ایران و روس رو برانگیخت، نخستین کسی است که پول هند رو دریافت کرده. این هم پاسخ به یکی دیگر از پرسش های شماست. از من پرسیدند که من از همین سید مجاهد اصفهانی یاد کردم که دریافت کننده پول بوده، و به نام های اشاره کردم که میهنان از من خواستن که این نام ها رو توضیح بدم. این ماجرای موقوفه ای که اشاره کردم، موقوفه ابد، در دوران این بهبهانی پدیدار نشده. زمانی که این آصف الدوله این موقوفه رو پدیدار ساخته و این پول هنگوف رو راهی عتبات کرده، نجف و کربلا و سامرا، در اون دورانی است که سید محمد مهدی بحرالعلوم زعیم حوزه در عتبات به شمار می آید، کسی است که بلند پایه ترین روحانی اون زمان این آدم است، سید محمد مهدی بحرالعلوم. موقوفه در دوره اون پدیدار آمد. این سید محمد مجاهد اصفهانی که گفتم، که فتوای جنگ دوم ایران و روس رو صادر کرد، از شاگردان این آدم هست. این سید بحرالعلوم هست. جانشین این سید بحرالعلوم، باز هم در همین دورانی که این تنخواه به وجود آمده، آدمی است به نام سید جعفر کاشف الغطا. اینها یه خاندان بسیار بزرگی هستند، خاندان آل کاشف الغطا. ولی این سید جعفر کاشف الغطا، نویسنده کشف الغطا، کتابی است در آیین شیعی، آدمی است که فتوای نخستین جنگ ایران و روس رو داد. خیلی جالب است این آدم ها، پیوند اینها با یکدیگر. نخستین فتوای نخستین جنگ، دوره نخست جنگ های ایران و روس رو همین سید جعفر کاشف الغطا صادر کرد، که این تنخواه به او هم میرسید، پول به او هم میرسید. نمیگویم که این فتوا رو به این دلیل صادر کرد، ولی میخواهم بگویم که به هر روی دست هایی هم در این زمین ها در نفوذ به این، یا در گسترش این نوع کارها دست داشت. کارهایی در این راستا در حوزه سیاسی وجود می داشت که چه بسا این پول هند در این زمینه جایگاهی داشته. نمیدانیم، با سند نمیدانیم، ولی با گمان زنی می توانیم دریافت کنیم که چگونه است که این گروه کوچکی از آخوندهای برجسته نجف، سامرا و کربلا که دریافت کنندگان این پول هند بودند، در این بازی سیاست در درون ایران هم نقش دارند. یعنی این سید جعفر کاشف الغطا که نخستین کسی است که در از اون کتابی درباره ولایت فقیه به جای مانده، کتابی درباره ولایت فقیه نوشت و تقدیم کرد به فتلی شاه قاجار. مولا احمد نراقی هم در همین دوران هست. این سید جعفر کاشف الغطا فتوای جنگ نخست ایران و روس رو صادر کرد. پس از او آدمی است که من اشاره کردم، همیهنان اشاره کردم در اینجا به صاحب جواهر. چرا همچنین نامی رو بردم؟ ببینید، در آیین شیعی در دوران پس از بهبهانی، آدم هایی که کتاب شرعی، کتاب فقهی مهمی رو می نوشتن، به نام صاحب اون کتاب معروف می شدن. صاحب جواهر، محمد حسن شریف اصفهانی، محمد حسن نجفی، به نام صاحب جواهر، چون کتاب جواهر الکلام رو نوشت، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. این هم دوره واجد علی شاه، یکی از آخرین شاهان ابد هست.
از این دوران هست، از دوران واجد علی شاه است که دولت بریتانیا پخش رسمی پول رو دیگه در دست میگیره. تا پیش از اون بدون پروانه دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی این پول به روحانیان نجف نمیتوانسته، نجف و کربلا و سامره نمیتوانسته برسد. ولی در دوران واجد علی شاه که همزمان هست با این محمد حسین حسن شریف اصفهانی یا محمد حسن نجفی یا صاحب جواهر، از این دوره دیگر به طور رسمی دولت بریتانیاست که این پول رو در دست میگیره و در میان روحانیان عراق پخش میکنه. خب آدم دیگری رو در اینجا از اون نام بردم به نام صاحب ضوابط. همیهنی پرسیدن که این صاحب ضوابط چراست، چون کتابی نوشته به نام ضوابط الاصول. این یکی از برجسته ترین نام هایی است که در این دوران میشناسیم که دریافت کننده پول از این تنخواه هند بوده. این رو دیگر با اسناد میدانیم. اسناد زیادی در این زمینه، کتاب های زیادی در این زمینه در دست است که این پول چگونه به دست این روحانیان میرسیده و به ویژه در این دوران سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط در این باره چه گفته. این در واقع در نیمه دوم قرن 19 هم می باشد، یعنی در دورانی است که سپید دم مدرنیته در ایران است. نیمه دوم قرن 19 هم از 1850 به این سوی، در این دوران است که این آقای سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط برجسته ترین دریافت کننده پول در پول هند به شمار می آید. و در این دورانی است که دیگر دوران پادشاهی شاهان عوض رو به پایان است و دولت بریتانیا بر عوض هم چیره شده و پول رو در دست گرفته. تفسیر می کند از این وقفنامه و برپایی این تفسیر در واقع این پول رو پخش بکنه. اسنادی که در دست داریم، گزارش های دیپلماتیک و همچنین پژوهش های تاریخی که در این زمینه از سوی خود بریتانیایی ها انجام شده، گواهی بر این است که از میان از سال 1860 تا حدود 1910 گرفتاری های در پخش این پول بوده. یعنی این پول رو دولت بریتانیا پخش می‌کرده، اما با گرفتاری در این راستا روبرو بوده که چگونه این پول رو پخش کنند. این از که در 1910 میآیند و دو مؤسسه خیریه در کربلا و نجف به وجود می‌آورند. دولت بریتانیا این دو مؤسسه خیریه رو ایجاد می‌کنه، کمپانی هند شرقی، و این دو مؤسسه خیریه که مؤسسه اسلامی هم بوده، در هر دو مؤسسه، در هر دو سازمان خیریه، گروهی از آخوندهای برجسته عراق، نجف و کربلا این دو رو اداره می کردند و پخش پول رو اونها انجام می دادند. پول رو از هندوستان دولت بریتانیا به عراق می رسنده، پول بسیار خیریه عوض رو که هنوز هم ادامه داشته و در این هنگام نزدیک به 4 میلیون لیره استرلینگ شده بوده، یعنی همه پول رو که نمی رساندن، درآمد این پول رو، درآمد سالیانه این پول رو به عراق می رساندن. و در این دو مؤسسه خیریه که یکی در کربلا و دیگری در نجف به وجود آمده بوده و آخوندها بر اون دست داشتند، این پول رو پخش می کردن. و آخوندی در این دوران نبوده که از این پول بهره ای نگرفته باشد. تقریبا تمام آخوندهای عتبات از این پول بهره می گرفتند، از جمله در همین کتابی که اشاره کردم، کتاب قصص العلماء تونکابونی. چون این کتاب قصص العلماء تونکابونی جالب است، این کتاب قصص العلماء رو این تونکابونی معروف که اشاره کردم، محمد ابن سلیمان تونکابونی، شاگرد همین سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط، درباره 153 نفر از برجسته‌ترین روحانیان شیعی در تاریخ نوشته و نخستین کسی رو که دربارش نوشته استاد خودش همین صاحب ضوابطه و میگوید که صاحب ضوابط یکی از مهمترین دریافت کنندگان تنخواه هند بود. و باز خود اوست این تونکابونی که میگوید تأثیر این پول در میانه
روحانیان چنان بود که اونها رو به خاموشی در برابر سیاست های بریتانیا وادار می کرد. پولی رو که می گرفتن می دانستن که این پول از کجا می آید، می دانستن از هند می آید. کسی نبود که نداند هند در اون دوره مستعمره بریتانیاست و بنابراین دیگر این شاهان شیعه عوض نبودند که از جانب کسی مانند تفضلخان کشمیری این پول رو به آخوندها رسانده باشند. نه، این کمپانی هند شرقی دولت بریتانیا بود که این پول رو میان علما تقسیم میکرد و از اینجاست که این فرهنگ عامیانه درباره انگلیسی بودن آخوندها در میان ایرانیان روان شد که این آخوندها انگلیسی هستند، چون پول از انگلیس میگرفتند. نه، پول انگلیسی ها نبوده، پول شاهان شیعی سادات عوض بوده که نخست خود اونها این پول رو میرساندن به آخوندها در عراق، عراق امروز، عتبات آن روز، و سپس دولت بریتانیا سرپرستی پخش این پول رو با مقاصد سیاسی در دست گرفته. با زیرکی، با درایت، اونهایی که پول رو دریافت میکردن میدانستند که پول از کجا میرسه و اونهایی که پول رو پخش میکردند تردید نداشته باشید، میدانستند که چگونه پول رو به گونه ای تقسیم کنند که نقشی در جریانهای سیاسی و اجتماعی اون زمان داشته باشند. اصلا بدون این پول دستگاه روحانیان عتبات نمیچرخیده. من یه نمونه ای از کاری که در دوران همین سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط انجام شده برای شما بگم. حرم حضرت عباس رو در اون دوران بازسازی کردند با چندین صد هزار روپیه یا پول عثمانی، یعنی این پول که میرسیده تبدیل میشده به پول عثمانی یا لیره استرلینگ. قبه های حرم حضرت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و نهر و پاکسازی نهر حرم امام حسین، همه اینها با پول عوض، با پول موقوفه هند انجام شده با پخش بریتانیا. در این دوره که از اون سخن میگویم، دوره سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط، که این پول ها رو برای بازسازی این قبه ها و این بارگاه ها گرفتن و نهر ساختن، این پول رو بریتانیا پخش میکرده. در این جای گفتگو نیست و این صاحب ضوابط که بزرگترین روحانی اون زمان در عتبات به شمار می آمده دریافت کننده این پول است. شاگرد او تومکابونی در قصص العلماء و همچنین یکی دیگر از پژوهشگران تاریخ شیعی سید محسن امین در اعیان الشیعه به این پرداخته. بنابراین آنچه من در برنامه گذشته با شما گفتم بر پایه اسناد تاریخی است. چرا به اون پرداختم؟ برای اینکه بدانید که در این پول هایی که میان آخوندها پخش می شده تا چه اندازه سیاست در کار بوده. فراموش نکنید پیش از انقلاب 57 دستگاه سازمان امنیت بود که پول میان آخوندها پخش می کرد با انگیزه های سیاسی. البته امروز پول مملکت در دست آخوند هاست، پول کشور در دست آخوند هاست، دیگر نیازی به این گونه کارها ندارند. اما در اون دوره‌ای که مورد پژوهش بنده است، مورد سخن بنده است، این پول هند بوده که پول موقوفات عوض بوده که هزینه بسیاری از کارهای آخوند ها رو در عتبات، در نجف، سامرا، کربلا تأمین می کرده. تا برنامه بنده روز و روزگار بر شما خوش بود.